شاروالی کابل به عنوان بزرگترین نهاد خدماتی و عملیاتی و همچنان به عنوان عضو برجسته اجرایی جلسات 6:30 صبح همواره در تلاش است تا در تمام برنامه ها و استراتژی های نظم و توسعه شهری نظریات و دیدگاه های شهروندان را تمثیل نموده و از آنها بهره بگیرد. در هفته گذشته 32 مطلب در راستای تطبیق نظم شهری در فیسبوک شاروالی کابل به نشر رسیده است. مطالب یاد شده به شکل مجموعی مورد پسند بیش از 128 هزار نفر قرار گرفته است. بیش از 3900 نفر مطالب یاد شده را بازنشر یا شیر نمودند. بیش از 7000 نفر ابراز نظر نمودند که از مجموع دیدگاه های ارائه شده 70.5% شهروندان حمایت خود را از برنامه های شاروالی کابل ارائه نمودند. 2.1% مخالفت خود را اعلان نمودند که بیش از 46% مخالفت کنندگان دارای حساب‌های فیسبوک جعلی بودند. 3% نظر دهندگان دست به رکیگویی زدند که بیش از 61% رکیگویان دارای حساب‌های فیسبوک جعلی بودند و 27% نظر دهندگان دارای تبصره‌های پیشنهادی در مورد اقدامات شاروالی بودند. اکثریت تبصره‌های پیشنهادی قرار زیل هستند. سرعت بخشیدن به تنظیم غرفه های پیشنهادی شاروالی کابل برای دستفروشان که فعلا به شکل آزمایشی در دو منطقه کابل به اجرا درآمده است. بیش از 390 نظردهنده خواهان برداشتن موانع سمنتی و باز شدن سرک های مقابل خانه آقای جمعه خانه همدرد ولی پیشین پکتیا و آقای رحمانی رئیس فعلی ولیسی جرگه شدند. رسیدگی به دیگر نقاط کابل که تا حال نظم عملیات شهری در آنجا تطبیق نشده است. تعدادی از شهروندان در خصوص برداشتن دیوارهای سمنتی، بعضی از افراد که باعث مسدود شدن پیاده‌رو شده است، پیشنهاد کردند برای تامین امنیتشان دیوارهای سمنتی را که در پیاده‌رو گذاشتند داخل حولی خود چسبیده به دیوار اصلیشان بگذارند. در این صورت هم پیاده‌رو باز می‌شود و هم تامین امنیت صورت می‌گیرد. تعدادی از شهروندان از اقدام شاروالی کابل در خصوص برداشتن و تنظیم پنچرمینی، تیل فروشی ها، کباب فروشی ها و دیگر مواردی که پیاده‌روها را غصب نموده است، حمایت جدی نمودند و خواستار اجرایی شدن موارد یاد شده در تمام سرک های شهر کابل شدند. شاروالی کابل همواره در صدد استفاده از دیدگاه شهروندان در تدوین برنامه های توسعه و نظم شهری در پرتو قوانین نافذه کشور است. تا با همکاری شهروندان گامی در راستای ارتقای فرهنگ شهرنشینی و نظم شهری برداشته شود. شهروندان مسئولیت پذیر مالک شهر زیبا، منظم و قانونمند خواهند بود.